آقای سخی محمدی استاد دانشگاه برای بحث بیشتر در مورد پیروزی حسن روحانی برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ایران در استودیو است. آقای محمدی سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان در تولونیوس. برنده شدن روحانی اصلاح طلب چی پیام داشت برای اصولگرایان و این مقدار رای را که بر روحانی رسید؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما بیننده محترم تلویزیون. من فکر میکنم نخستین و مهمترین پیام را که انتخاب مجدد آقای روحانی برای اصولگرایان داشت است که سیاست های را که اصولگرایان در ایران تعقیب میکنند دیگه زیاد جاذبه نداره بین آهاد مردم در داخل ایران، خصوصا بین قشر جوان و قشر تحصیل کرده که خواهان تغییر و تحول مثبت هم در بعد داخلی و هم در سیاست های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به جهان بیرون هستند. آقای محمدی، با این مقدار رأی که به رئیسی رسیده، حالا که روحانی رئیس جمهور شد، باورتان چی است؟ چقدر رئیسی میتونه چالش ایجاد بکنه در برابر روحانی در جریان کارش در آینده؟ ببینین، من فکر میکنم که رئیسی به تنهای خودش رقیب آقای روحانی و جریان اصلاح طلب در داخل ایران نبود و نیست. رئیسی نمایندگی از یک جریان میکرد، جریان محافظه‌کاری که من فکر میکنم که بیشترین منابع قدرت در داخل ایران را در اختیار دارن و بیشترین و در حقیقت خطوط اصلی چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی ایران را تدوین میکنن و حتی در امر تعمیلش از ابزار بسیار زیاده یا بهره میبرند و عملا تاثیرگذار هستند سر تمام خطوط اصلی سیاست گذاری در داخل ایران. به هر حال من فکر میکنم او جریان محافظه‌کار که حالا به نحو خود را نماینده اصلی اقتدار در داخل ایران میدانه و به نحو میراثدار حاکمیت فیلی در داخل ایران خود را قلم داد میکنند از صحنه کنار نخواهند رفت. من فکر میکنم در عرصه های متعدد دیگه باز این رقابت های ادامه پیدا خواهد کرد و مطمئنا یا به نوعی از آنها و با استفاده از میکانیزم ها و ابزارهای مختلف حالا سیاست های آقای روحانی را چه در داخل ایران و چه در بعد سیاست خارجیش با چالش مواجه بسازد. آقای محمدی، در مورد پیروزی روحانی هم بگوین، دلایلی که از دید شما باعث شد تا روحانی پیشتاز باشه و برنده انتخابات شوه چیا بوده؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل را که حالا باعث شد که آقای روحانی بتونه مجدداً در ایران به اصطلاح رئیس جمهور انتخاب شوه مراجعه این شخص به آرای آهاد مردم در داخل ایران بود و بیشترین تاکید و تمرکز آقای روحانی چی در انتخابات گذشته و چی در انتخابات و در انتخابات فعلی و حتی و چی در دوران به اصطلاح 4 سال حکومت آقای روحانی تامین منافع عام مردم در داخل ایران بود، برعکس حالا جریان محافظه‌کار و اقتدارگرایی که در داخل ایران هست و بیشتر قائل به تامین منافع و یا شاید هم ارزش‌های خاص که منافع یک به اصطلاح اقلیت را در داخل ایران تامین میکنه، برعکس او ارجاع و مراجعه آقای روحانی به آرای مردم و در نظر گرفتن منافع عام مردم و اتخاذ پالیسی‌هایی که بتانه تغییر مثبت ایجاد بکنه در زندگی آهاد مردم، من فکر میکنم یه دلایلی بود که تانست آقای روحانی را در موقفشنه در موقف ریاست جمهوری برای 4 سال دیگه ابقا بکنه. حالا با برنامه‌ای هم که داشت در گذشته روحانی، فراموش نکنیم که مخالفت‌های امرایش صورت میگرفت و تا در جریان کارزارهای انتخاباتی یک بهانه بود برای رقیبانش کارا و سیاستهایی را قبلی ساخته بود. فکر میکنین با پیروزی را که روحانی به دست آورد در این دور انتخابات دیگه دستاش باز است و میتونه همون سیاستهایی را که با انتخابات روبرو بود در آینده ادامه به تو عملی بسازه؟ ببینین، ریاست جمهوری در داخل ایران الزاما نمایندگی از به اصطلاح اقتدار حاکم در داخل ایران نمیکنه، شاید برعکس
بس از نظام‌های سیاسی که در دنیا وجود داره، موقف ریاست جمهوری بیشتر یک موقف سمبولیک هست. رهبری در داخل ایران در حقیقت مظهر اقتدار در اقتدار حاکم در داخل کشور محسوب میشه، نه تنها در بعد داخلی که چی بسا در بعد خارجی، خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به اصطلاح بر حسب لزوم دید و در حقیقت او اصولی که رهبری یا به تعبیر ما بگیم جریان محافظه‌کار در داخل ایران تدوین میشه، نقش ریاست جمهوری بیشتر یک نقش کتلیستی است، بیشتر تاثیرگذار هست بر جریان به اصطلاح ختمشیای که از جانب به اصطلاح ما بگیم جریان حاکم یا جریان اقتدارگرا در داخل ایران تدوین میشه. به هر حال ولی آقای محمدی، خود شخص رئیس جمهور هم تاثیرگذاری به خصوص خود داره، فراموش نکنید. بدون شک. ببینین، ما در شکی وجود نداره، جریان های متعدد یا نهادهای متعدد در شکل دهی پالیسی های به اصطلاح یک حکومت نقش دارن، اما همونطوری که عرض کردیم اصول اساسی سیاست های کلان چی در بعد داخلی و چی در بعد خارجی الزاماً توسط نهاد ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور تدوین نمیشه. معمولاً سیاست های کلان چی در بعد داخلی و چی در بعد خارجی توسط به اصطلاح رهبری در داخل ایران تدوین میشه و به اصطلاح اهداف اصلی پالیسی ها هم در داخل ایران توسط رهبری تدوین میشه. خودم این رهبری ایران هم به گونه با سیاست های حکومت روحانی مخالفت داشت در مورده، از جمله نزدیکی با غرب و دیگر حرفا. فکر میکنید که با پیروزی روحانی سلسله این حمایت ها در آینده چگونه خواهد داشت؟ من فکر میکنم که حالا این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد، به دلیل ای که خب شما اگر برین با او ایدولوژی که به اصطلاح تعقیب میکنه یا پالیسی های حاکمیت در داخل ایران را خصوصا در بعد تعاملش با جهان بیرون و خصوصا جهان غرب سرسازگاری ندارند، با او حالا به اصطلاح روی کرده را که آقای روحانی تعقیب میکنه. دقیقا به همین دلیل هست که ما عملا شاهد تقریبا تقابل دیدگاه ها در امر برجام بین جریان های مختلف، جریان محافظه کار و جریان اصلاح طلب در داخل ایران بودیم، که من فکر میکنم با ابقای آقای روحانی در موقعیت ریاست جمهوری این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد و چی بسا ممکن که ما شاهد حادتر شدن این تقابل در داخل ایران پس بین در مورد وعدای روحانی هم بس بکنیم. روحانی در جریان کمپاین انتخاباتی یا کارزار انتخاباتی خود وعدای تازه هم داشت، مثلا بحث دادن آزادی های بیشتر اجتماعی به شهروندان ایران، همین گونه موضوع گذشتهش که با انتخابات روبرو بود، نزدیکی با غرب و ایجاد روابط خوبتر با کشورهایی که بگونی هم در گذشته و یا در حال مشکلات با ایران داشتند. چقدر روحانی خواد تانست وعدای داده شده خود در این دور عملی بسازه؟ من فکر میکنم در 1% بسیار محدود آقای روحانی بتونه تحقق ببخشه با استفاده از صلاحیت های که در اختیار داره و با استفاده از ابزار قدرت را که در اختیار داره بتونه این وعده های خودش تحقق ببخشه. من فکر میکنم که آقای روحانی دست باز نخواهد داشت، نه در امر تعامل با غرب و نه هم در امر تفویض آزادی های بیشتر برای شهروندای. پس مصریت این دور پیروزی روحانی باز چی خواهد؟ حداقل من فکر میکنم یک روزنی امیدی را باز میکنه برای آهاد مردم و برای به اصطلاح قشر روشن فکر و کسایی که بیشتر در صدد تأمین آزادی های زیادتر در داخل ایران هستند. من فکر میکنم این بتانه یک روزنی امیدی را در داخل ایران باز بکنه و ای که واقعا وعده‌های را که آقای روحانی به اصطلاح برای مردم سپرده چقدر تحقق پیدا میکنم. من فکر میکنم تعداد بسیار زیاده این بستگی به شرایط داره، شرایط چطور رقم میخوره تا اینکه آقای روحانی با استفاده از شرایط و فرصت هایی که در اختیارش قرار میگیره چطور بتانه حالا پروسی تعامل با جان غرب و به اصطلاح تفویض آزادی بیشتر برای
پس وقتی که به گفته شما رهبری باشه در ایران که تصامیم را بگیره و حکومت درست قوه اجرایه باشه که تصامیم رهبری را بیعملی بسازه، پس این رای مردم معنی واقعیش در کشور مثل ایران چی هست آقای محمدی؟ ببینین، من فکر میکنم جریان توزیع قدرت در ایران اگر حال ما مقایسه بکنیم با نظام‌های دموکراتیکی که در سطح جهان وجود داره، اگر اندازه متفاوت است. ما جریان توزیع قدرت از بالا به پایین داریم، در حالی که در نظام‌های دموکراتیکی امروز مدرن اصل اقتدار به مردم برمیگرده. مردم زمانی که تصمیم میگیرن و کسی که نمایندگی از مردم میکنه، من با مثال رئیس جمهور، رئیس جمهور بالاترین مرجع قدرت هست و تقریبا تمام تصامیم کلان را که چی در بعد داخلی و چی در بعد خارجی اتخاذ میشه، معمولا توسط شخص رئیس جمهور که نماینده مردم است یا اشخاصی که نمایندگی از آراء مردم میکنن میشه. اما در داخل ایران الزاما اینطور نیست. در داخل ایران بعضی کدها و بعضی اصول از قبل تعیین شده است و ایار به عنوان خط سرخ و خط قرمز هست. عدول از ایا برای هیچ کس به اسلام مجاز نیست. میخوایی رئیس جمهور یک کشور باشی یا میخوایی یک شهروند عادی باشی و یا هر کسی دیگر. این خطوط در حقیقت چارچوب صلاحیت و مسئولیت یک فرد را در داخل نظام سیاسی ایران تعیین میکنه. مشخصا شخص رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور باید، حالا اگر ما به شکل مطلق نگوییم، تا یک حد بسیار زیاد باید تابع او اصول و تابع او به اصطلاح ختمشی باشه که از جانب رهبری وضع میشه. بر این مبنا من فکر میکنم رأی مردم الزاما نتانه باعث تغییر بنیادی بر او میزانی که مردم میخوایند در داخل حالا نظام ایران شود. آقای محمدی، در مورد پذیرفتن نتیجه این انتخابات از جانب نامزدان دیگر چی میخواین بگوین؟ من فکر میکنم که خب نامزدهای دیگر، خصوصا که حالا تفاوت بین شخص اول و شخص دوم و خصوصا بین شخص دوم و کسایی را که در ردای سوم و چهارم قرار دارن، بسیار ملموس و زیاد هست. فکر نمی کنم کدام مشکل جدی داری وجود داشته باشه، خصوصا که خب حالا رقیب اصلی آقای روحانی هم در ابتدای همین پروسی رایدی از آن کرد که نتایج انتخابات هر آن چیزی در که باشه برای ما قابل قبول است. یعنی میگه تجربه بعدی که در انتخابات های گذشته ایران تکرار شد، در این انتخابات شاید تکرارش نخواهد باشیم. من یک اندازه بعید میدم. خب بین در مورد سیاست های خارجی روحانی هم بگویم. حالا که روحانی رئیس جمهور شده، چی پیش بین از روابطش با آمریکا و سایر کشورهای دیگه و در کل سیاست خارجی ایران است؟ به هر حال کشورهای غربی زمینه را به نوعی از آنها مساعد میسازند برای توسعه پالیسی های حکومت آقای روحانی و برای تحقق پالیسی های حکومت آقای روحانی. ما ظرفی که دو روز گذشته ما شاهد به اصطلاح تمدید تعلیق تحریم هایی را که بر علیه ایران بود از جانب کنگره ایالات متحده آمریکا بودیم، که من فکر می کنم این به نوعی میتونه چراغ سبز باشه برای حکومت آقای روحانی و حتی من بعید نمیدانم که در جای خودش تانسته باشه تاثیرگذار بوده باشه روی حالا پروسه انتخابات در داخل ایران. ضمن ای که خب با توجه با حالا او تیم تقریبا به اصطلاح که در دستگاه دیپلماسی ایران کار میکنن، انسان های با ظرفیت، من فکر میکنم حالا به شکل آیسته و حالا پیوسته حکومت آقای روحانی بیشتر از هر زمان دیگه بعد از انقلاب ایران بتانه تعاملات زیادتر را با جهان غرب داشته باشه. البته دیگه شکم وجود نداره که این تعاملات محدود خواهد بود، نه به اون شکل گسترده ای که حالا ما فکر بکنیم تمام موانع در روابط بین ایران و غرب و خصوصا ایران و ایالات متحده آمریکا در چهار سال را که حداقل در چهار سال را که آقای روحانی در رأس حکومت قرار دارد، تمام این موانع برداشته شد. سپاسگزارم آقای سخی محمدی، استاد دانشگاه، از حضور شما در جان ما. سپاس شما.